به نام خداوند بخشنده مهربان، من کامیار اسماعیلی هستم. اینجا پر از شمعدونی است و همه شمعدونی هامون رو تقدیم میکنیم به گل روی با محبت شما. پسری 3.5 ساله و دختری 1.5 ساله دارم. خیلی شلوغن، اصلا یه جا نمیشینن، هیچ جا مهمونی نمیتونیم بریم از دست اینا. آیا راهی برای آرام شدنشون وجود داری یا خیر؟ خب من اگر اجازه دارم تو 1 دقیقه آقای اسماعیلی زمان داریم اینو بگم. خواهش میکنم، بفرمایید. ما یک سبکی رو در فرزند پروری داریم به نام فرزند پروری مثبتگرا. یکی از ابعاد 5 گانه فرزند پروری مثبتگرا اینه که من انتظاراتم از بچه ها متناسب با سنشون باشه. یعنی که من این انتظار رو داشته باشم بچه به یک توانایی های لحاظ فیزیکی و لحاظ شناختی برسه که من بتونم یک سری آموزش هایی رو بدم. بچه 1.5 ساله مطمئنن لحاظ تفکرهای منطقی و تفکر انتزاعی هنوز به رشد کافی نرسیده. اعتقاد ما به اینه که تا سن 6.5 سالگی بچه‌ها در 2 دنیای حواس و تخیلشون زندگی میکنن. بله. از 6.5 سالگی به بعد بعد منطقی فعال میشه، اما ما میتونیم بگیم شروع و تلنگرهای بحث تفکرات منطقی از 3 تا 7 سالگی زده میشه. این توجه به این بکنن که بعضی از این رفتارها به هیچ عنوان رفتارهای غیر طبیعی فرزندشون نیست. لطفاً حالا نگاه بکنید که آیا حوصله خودشون شاید خیلی حوصله تنگی باشه به قول معروف. یعنی که خودشون دوست داشته باشن که بچه‌هایی رو تربیت بکنن که بچه‌های کاملا مطیع باشن. از نظر ما در فرآیند روانشناسی خانواده بچه‌های بله چشمگو، حالا ما یه بحث به نام نمادپردازی هم داریم، با توجه به تفکرات عموم همیهنان عزیزم بچه‌های خوبی نیستن. این بچه‌ها نه قدرت تصمیم گیری دارن و نه کودکی کردن. اما من اعتقادم به اینه که برای بچه 1.5 ساله که الان اجازه بدن یه مقداری مکاشفه در محیط رو داشته باشه، ولی بچه 3.5 ساله میتونن الگوهای قواعد گذاری بذارن، چون این بچه الان تا حدود زیادی فرایندهای منطقی بودنش داره رشد میکنه. فقط بحث قانون گذاری رو انجام بدن و یه الگوهایی هم هست که من امروز حتما زمان شد براشون توضیح میدم، سوالشون پاسخ داده میشه.